خلأ ما در دوران مشروطه این بود. در دوران مشروطه علما و مردم فهمیدن که چی نمیخوان، اما نفهمیدن که چی میخوان. حالا نظام قاجار رو ما میخوایم محدود کنیم یا بزنیم عقب، به جاش چی میخوایم بیاریم؟ راجع به اینا مثل که دیگه فکر نشد. گفتن ما فعلا جلوی ظلم بیستیم، بریم جلو این وضع نباشه، چی باشه اون مسئله، این مهمه که چی به جاش بذاری. البته امیدی هم نداشتن که اون وضع عوض شه، ولی دیدن داره میشه. متأ غرب نظام آماده داشت، ترجمه کرد سری، گفتن نظام میخوای بفرمایید، شروع کردن نظریات 30-40 نفر از پدران سکولاریسم و عصر روشنگری به غرب، به اصطلاح غرب 18-19 اروپا رو سری ترجمه کردن تو عرصه‌های مختلف. گفتن اینا آقا اینور، گفتن آقا همه چی هست، همه چی هم بود واقعا. متأ میگفت همه چی کجا هست، دست من چیه، بذار کف دست من. کم کم علما پاشدن رفتن قم تحصن کردن، مردم راه دور بود دیگه، تهران همونجا رفتن، سفارت انگلیس نزدیک بود، رفتن اونجا تحصن کردن. محل تحصن عوض شد، شعارها عوض شد. محل تحصن حضرت عبدالعظیم حضرت معصومه بود، شد سفارت انگلیس. شعارها عدالت خواهی اسلامی بود، شد پادشاهی مشروطه با تئوری های و نظام سازی سیاسی فرانسوی و انگلیسی، لیبرال دموکراسی با سلطنت. این تو حوزه خودش برای خودش طلبه تربیت میکرد، کاری هم به بیرون نداشت. اونا آمدن شروع کردن بورسیه کردن، دانشجو بردن اونجا، کادر سازی کردن، فراماسونری ایجاد شد، آمدن کل کشور در اختیار گرفتن. یک مرتبه شعارها عوض شد، رهبرها عوض شدن. شیخ عبدالله نوری به دار میکشن، رو پیکرش ادرار میکنن تو توپخونه تهران. در مشروطه اتفاق افتاد، آخرش هم قانون اساسی رفت به سمت تصور تعریف سکولار از مشروطیت. علما از جنبه‌های دینی مشروطیت رو می‌خواستن تقویت کنن، چهره مذهبی بدن. اونا هی چهره‌های غربی و لائیک چپ و راست رو در قانون اساسی تقویت می‌کردن، یا بولشویک یا سرمایه‌داریش رو. خود علما هم کم کم با هم اختلاف کردن. شیخ فضل‌الله میگفت آقا این قانون اساسی که دارن می‌نویسن، این مشروطه، من تو تهرانم، اینا هی میگن آزادی و قانون اساسی و فلان و اینا، شما هم میگید، اینا یک منظور دیگه‌ای دارن. چون اونه که تو ذهن ما و علمای نجفه این نیست که تو خیابون تو جامعه داره اتفاق میفته.